سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است. قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا. بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در علل قیام حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بود. گفتیم وقتی که از امام خواستن بیعت کنن، امام گوشزد کردن که ایشان جزء اهل بیت هستن و به هیچ وجه بر اونها جایز نیست، مانند یزیدی که فاتحه اسلام رو باید خون وقتی که مثل اوی بر مسلمین بخواد حاکم باشد. امام جواب میدادن و افرادی که از اون حضرت میخواستن که ایشون با یزید بیعت کنند حجت میکردن که یزید کسی است که فاتحه اسلام رو میخواند، وقتی که همچین کسی بر مسند مسلمین باشد باید وداع اسلام رو خواند. بعد دارد در وصیت اون حضرت به برادرشون محمد حنفیه که بیان میکنن باز برخی از علل این قیام و حرکتشون رو، امام علیه السلام میفرمایند خروج من از مدینه طیبه برای تکبر و گردن کشی و قبول نکردن حق و فساد و ظلم بر مردم نیست، بلکه برای اصلاح خرابی های امت جدم بیرون میروم تا امر به معروف و نهی از منکر کنم و به سیره جد و پدرم علی علیه السلام عمل نمایم. گفتیم که در اثر شیطنت های منافقان و کینه ورزان امت اسلام از اون خط اصلی اسلام فاصله گرفته بودند. اونهایی که باید مانند پدری مهربان و دلسوز مردم رو هدایت کنند، یعنی بر مسندی نشستن که باید رعایت امانات الهی رو بکنن، خواسته الهی رو به مردم برسونن، طبق اوامر و احکام الهی حکم کنن، اما اینها این مسند رو اشغال کردن برای رسیدن به اهداف شومشون و این امت رو دارن میکشن به سمت جهنم، به سمت گرفتاری ها و سختی های عظیم، به سمت تباهی. اینجا امام که حجت خداست و از هر و از تمام پدرهای عالم مهربان تر است، باید این مردم رو بیدار کنه، این مردم رو هوشیار کنه، اونها رو آگاه کنه که این مسیر و راهی که شما می روید این راه صلاح و راه بهش نیست. یا حسین و یا حسین و یا حسین و یا حسین، یا حسین و یا حسین و یا حسین و یا حسین. آرزوم به وقت مرگ جای کفن به دار من، پیراهن عزای تو برام بشه مثل کفن، روی سنگ قبر من نوشته شه به خطش، این حسینی بوده و اسیر بانوی دمش. یا حسین یا حسین یا حسین روحی فداک، یا حسین یا حسین یا حسین روحی. لذا امام علیه السلام در بیان علل قیامشون بیان میکنن که بنا دارم برای اصلاح امت جدم این حرکت رو انجام میدم و
امر به معروف و نهی از منکر از این جهت هاست که من این حرکت رو شروع کردم. بعد دارد در اون وصیت نامه امام فرمودن هر کس مرا به حق قبول کند پس خدا سزاوارتر است به حق، یعنی اونهایی که از من متابعت کنند، من جز راه خدا و جز خواسته الهی کار دیگه نمی کنم، و هر که مرا رد کنند صبر می کنم تا خداوند بین من و این قوم قضاوت فرماید و او بهترین حب کنندگان است. اینها فرازهای از وصیت ایشان به برادرشون جناب محمد حنفیه است. باز دارد که امام علیه السلام بعد از ملاقات با حور برای خطبه خواندن به پا خواستند، حمد و ثنای الهی رو به جا آوردند و نام جدشون رو بردن و درود بر ایشان فرستادن. سپس فرمودن کار ما به این صورت در آمده است که میبینید همانا چهره دنیا دگرگون و زشت گشته و نیکویی از آن روی گردان شده است در اثر فتنه ها و کارهایی که طاغوتان کردند، افرادی که میبایستی امت رو به صلاح و هدایت بیارن. اون مسندها مسندی است که امانت الهی است و فقط برای اهل زیبنده است، اما اینها باعث شدن مردم به انحراف برن. در نتیجه نیکویی از آن رو گردان شده است و با شتاب میگذرد و بیش از ته کاسه از آن باقی نمانده است. ادامه فرمایشات امام علیه السلام رو در این باب به جلسه بعد موکول میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.